خبر تازه. دقایق قبل امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سیلی خورد. با گزارش رویترز، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در روستای در جنوب این کشور از فرد میان جمعیت سیلی خورد. آقای مکرون که به منطقه دروم سفر کرده بعد از بازدید از یک مدرسه به سوی جمعیت حاضر در خیابان رفت و اولین نفری که با او روبرو شد به صورتش سیلی زد. همراهان خوبم، لطفاً کانال استار میدیو رو سابسکرایب، لایک، کامنت و همرسانی کنید. سپاس از همکاری شما. عرض سلام و ادب خدمت همه شما همراهان گرامی. دقایق قبل امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سیلی خورد. با گزارش رویترز، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در روستای در جنوب این کشور از فرد میان جمعیت سیلی خورد. آقای مکرون که به منطقه دروم سفر کرده بعد از بازدید از یک مدرسه به سوی جمعیت حاضر در خیابان رفت و اولین نفری که با او روبرو شد به صورتش سیلی زد. محافظان آقای مکرون بلافاصله این مرد را از رئیس جمهور فرانسه دور کردند. بر اساس گزارش ها دو نفر در ارتباط با این حادثه دستگیر شده اند. ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه این رخداد را توهین به دموکراسی خواند. این حادثه منتشر شده نشان می دهد آقای مکرون برای خوش باش با جمعیت به نرده های حفاظ نزدیک می شود. او با مردی که تیشرت سبز پوشیده با ماسک به صورت دارد دست می دهد و مرد بلا فاصله به رئیس جمهور فرانسه سیلی می زند. صدای مرد شنیده می شود که می گوید مرگ با ماکارونیا. آقای مکرون که به نظر نمی آید آسیبی جدی دیده باشد بعد از سیلی خوردن شوکه می شود و بلا فاصله با دخالت محافظان از نرده ها دور می شود. هویت و انگیزه فردی که به آقای مکرون سیلی زد مشخص نیست. آقای مکرون برای بازدید از رستوران ها و دیدار با دانشجویان و صحبت درباره بازگشت به شرایط عادی بعد از همگیری دور دوم کرونا در جنوب شرق فرانسه رفته است. این منطقه دومین مقصد رئیس جمهور فرانسه در سفر او به نقاط مختلف این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حادثه در دهکده تالرمتاژ رخ داد. به عنوان رخنه جدی امنیتی سفرهای ملی آقای مکرون را تحت الشعاع قرار می دهد. تشکر از توجه شما.